سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشد. امروز آمدیم به بزرگترین قبرستان افغانستانی ها در تهران. پس با ما همراه باشید تا برای شما این مکان را نشان بدم و کمی هم معلومات درباره این قبرستان بدم. دوستان، این قبرستان یکی از بزرگترین قبرستان های افغانستانی ها به شمار می رود که تقریبا 90% آن را از مهاجران افغانستان است. این منطقه در ورامین تهران است، یک منطقه ای که تقریبا 90% آن مهاجر افغانستان است. اطراف این منطقه همه کشاورزی و گلخانه است و همه کارگران آن هم از مهاجرین افغانستان است. قسمی که میبینین دوستا، این اطراف واقعا قبرستان زیاد هست و این قبرستان خیلی بزرگ هم هست و مخصوص افغانستانی ها هستن. ببینین دوستا، چه یک جای خوب هم هست. واقعا درخت ها هم زیاد است، صندلی داره و همچنان اوجا هم جای آب هست. دوستا، من امروز آمدم که اینجا دعا کنم و همچنان خواستم که به شما نشان بدم. بین دوستا و قسمت بریم و بیشتر اونجا قدم بزنیم و شما هم ببینین که چقدر یک قبرستانی بزرگ هست و شما هم بیننده باشین دوستا. ببینین دوستا، واقعا قبر خیلی زیاد هست و خیلی یک جای بزرگ هم هست و همچنان درختان زیادی هم داره. میبینین اون قسمت ها را هم خیلی زیاد پر شده، البته خیلی جای کمی هم خالی مانده. این طرفش و او طرف، هر دو طرف پر شده. قسمت ته قبرستانی، یعنی اون قسمت آخر، اون قسمت کمی جای باقی مانده هنوز. ببینین دوستا، همه سنگکاری شده، سنگ قبر گذاشته شده و چقدر صندلی هم زیاد است. واقعا قبر هم زیاد هست و یک قسمت از سایبان هم زده روی قبر که تا سنگ قبر و نوشته های قبر آفتاب از بین نبره و خرابش نکنه. خب دوستا، ای بود که من بر شما نشان دادم قسمت ها را، قبر ها را کلش نشان دادم و شما هم ببینین. بازم بیشتر، یعنی قدر زیاد است، نمیشه که با یک دفعه نشان بدیم با یک مدت کم. شما بیشتر با ما همراه باشید و تا آخر ویدیو ببینین و ویدیو را لایک کنین همچنان دوستان عزیز و نظرات خود را هم کامنت کنین. دوستا، این قسمت هم ما آمدیم ببینین چقدر معقول جور کرده، بالای سر از رمان های رنگارنگ استفاده کردن و همچنان قبر زیادی هست که روش سایبان درست شده. بیشتر یا قسم جور کرده، سایبان زده تا اینکه قبر خراب نشه، آفتاب از بین نبره. حتی اون قسمت پشت سر ما میبینین که پوش هم کرده یک دونه قبره و چقدر حوصله داشتن که بالای قبر همین قسم رومان زده. خب دوستا، قسمت هم ببینین چقدر درخت های مقبول هسته و خیلی درخت های زیاد هم در این قبرستانی گذاشته و شما هم دوستا واقعا شاید جای تعجب باشه که افغانستانی ها هم همچین جایی را دارن. گرچه میگن که در ایران نمیشه یک مهاجر وقتی فوت کنه قبر برش پیدا نمیشه، اما میبینین که یک جای خاص را مخصوص برای افغان ها قرار دادن تا اینکه وقتی فوت کردن دیگه همینجا دفن کنن و قبر بگیرن، زیاد اذیت نشوند. خب دوستان، قسم قدم زدم میریم و میبینیم که چقدر جاها پر شده و چقدر جاها خالی هست. من قسمی که میبینم همه جا پر است، حتی راه برای رفتن نیست. میبینین دوستان، اینجا هم قبر است. دوستا، او دروازه ایش هسته، دروازه کلامی هسته. البته ما از دروازه او طرف آمده بودیم، اما اینجا پشت سرم هم که میبینین یک دروازه هست.
خب دوستا اونجا گشتیم، واقعا خیلی خسته هم شدم و بر شما نشان دادم تک تک قبرا را. حتی بازم خیلی آماندم، من هم میگم که همه گشه نشان دادیم. ببینین اینجا آمده میشستیم و بیشتر از یه سنگ قبرشان مشکی است. دوستا میبینین دیگه بینینده هستین و من خسته شدم آمدم اینجا شیشتم کمی با شما صحبت کنم دوستا و با شما چه حرفای در میان مانم صحبت هایی داشته باشم. آمدم اینجا شیشتم و خیلی خسته هم شدم، هوا گرم است خیلی و میبینین سر قبرستانی هیچ کس هم نیست. ما خیلی بد موقع فکر کنم آمدیم، به او خاطر خیلی خیلی زیاد گرم است. خب دوستا دیگه شما تا من از تمام قبرستانی برای شما ویدیو میگیرم، فیلم میگیرم، ببینین واقعا خیلی جای کلانی هستم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین دوستان عزیز، حتما حتما ویدیو را لایک کنید و همچنان نظریات خود را کامنت کنید و بیننده باشین و ببینین که چقدر قبرهای زیادی هست اینجا و چه قبرستانی بزرگ است مخصوص مهاجران افغانستانی ها. Yeah.